سلام، مهدی نوخت هستم از هنرآمیز.com و در جلسه 11 هم آموزش فارسی بلندر کار مدل سازی گوشی رو ادامه میدیم و در طی اون با ابزارهای جدید آشنا خواهیم شد. بسیار خب، توی این جلسه مدل سازی قسمت پشت رو شروع میکنیم و سعی میکنیم تا حد ممکن اون رو پیش ببریم. قسمت پشت رو میخوایم مدل سازی کنیم و این درب پشت در واقع. برای مدل سازی قسمت پشت میتونیم بیایم و از همین مدلی که در جلسات قبل مدل سازی کردیم استفاده کنیم و اون رو در واقع پایش رو ایجاد کنیم. برای این کار تب رو میزنم تا به حالت ادیت مود بریم. میخوام از همین قسمت، از همین لبه پشت استفاده کنم برای شروع مدل سازی اون در پشت. بلندر یه ویژگی بسیار خوبی که داره این هستش که به راحتی میتونیم از تمام کامپوننت ها یا تمام اجزای تشکیل دهنده یک آبژه کپی بگیریم. یعنی به راحتی میتونیم از ورتکس ها کپی بگیریم، از لبه ها کپی بگیریم و از صفحه ها کپی بگیریم. برای این کار میتونیم بیایم سراغ منوی مش و اد دوپلیکیت که شورتکات اون در واقع شیفتی هست. با استفاده از شورتکات شیفتی میتونیم یک کپی در مشابه اون قسمت داشته باشیم. برای این کار کافیه قسمت مورد نظر رو انتخاب کنیم و بعد شیفت رو دیر بزنیم. به این ترتیب در واقع یک کپی داریم که کاملا جدا هست، در واقع کاملا مشابه اون قسمت انتخاب شده است. حالا با زدن X و ورتکس در واقع این قسمت ها رو پاک میکنم. این کار رو برای هر قسمت یا استراکچری میتونیم انجام بدیم. به راحتی میتونیم بیایم ورتکس ها رو شیفت و دی بزنیم و حتی میتونیم یه ورتکس هم کپی گرفته میشه و یا لبه ها. حالا ما اینجا میخوایم بیایم و از لبه ها استفاده کنیم. با پایین نگه داشتن Alt و راست کلیک این لبه پشت رو انتخاب میکنیم که در واقع مودیفایر میرور و ساب دیویژن سرفیس هم روی اون اعمال شده. این نیمی از اون فریم جلوی ما هست، اون رو انتخاب میکنم و با زدن شیفت و دی در واقع کپی از اون میگیرم. میبینید که این کپی کاملا مشابه اون قسمت هست به این ترتیب و میام و اون رو در محل خودش قرار میدم در اینجا با گرفتن مانیپولیتور و اون رو در محل خودش در این قسمت قرار میدم به این صورت. بسیار خب، حالا اگر تب رو بزنیم و خارج بشیم می‌بینیم که این دوپلیکیتی که انجام دادیم یا این کپی که انجام دادیم در واقع جزء همین آبجکت است و ما هنوز یک آبجکت بیشتر نداریم. می‌خوایم این قسمت رو جدا کنیم تا در واقع این قسمت یک آبجکت جدید باشه. برای این کار می‌تونیم بریم به منوی مش و ورتکس و توی قسمت سپریت در واقع سلکشن رو انتخاب کنیم که می‌بینید شورتکات اون در واقع پی هست. اگر بیایم روی ویوپورتی که داریم و پی رو بزنیم همون منو برای ما باز میشه و با زدن دکمه سلکشن این قسمت برای ما جدا میشه. می‌بینید که در اینجا قرار گرفت این مشی که ما داریم در این قسمت قرار گرفت و تمام مودیفایرهایی که در آبجکت قبلی وجود داشت و روی اون اعمال کرده بودیم اینجا هم وجود داره. میرور و ساب دیویژن سرفیس که در جلسات قبل کاملا با اونها آشنا شدیم. بسیار خب، میتونیم بیایم اینجا دابل کلیک کنیم و اسم اون رو بذاریم بک پارت. حالا میذارم هر اسم دلخواه میتونیم بذاریم اون رو تا در واقع مشخص تر باشه. این دوربین که اینجا وجود داره رو میتونیم این دکمه چشم رو بزنیم تا دیده نشه و این نوری که اینجا وجود داره به همین ترتیب میتونیم بزنیم تا در ویوپورت دیده نشن و کار ما راحت تر باشه. بسیار خب، پس این لبه رو ما کپی گرفتیم با دستور در واقع دوپلیکیت و شیفتی و با استفاده از سپریت اون رو کامل جدا کردیم از مش قبلی که داشتیم و اون رو رینیم کردیم. حالا میریم سراغ ادامه کار. حالا این آبجکت دوم یا بک پارت رو انتخاب میکنم و تب رو میزنم تا وارد ادیت مود مربوط به این آبجکت بشیم. ای رو میزنم تا کل ورتکس ها انتخاب بشه و میخوام این قسمت رو در واقع مدل سازی کنم. دوباره میام ای رو میزنم و اکسترود رو فعال میکنم و با راست کلیک کردن اون رو غیر فعال میکنم و حالا با استفاده از این مانیپولیتور رو اون رو جابجا میکنم تا در این قسمت قرار بگیره. میبینی که کاملا میخوایم با این لبه قرارش بدیم. با زدن زد وایر فریم در واقع فعال میشه. در جهت وای میخوام جابجا کنم، جی وای رو میزنم و این رو در این قسمت قرار میدم به این صورت. بسیار خب، پس به این ترتیب در واقع این کار انجام شد. همونطور که می‌بینید این قسمت دارای رنگ متفاوتی است و این نشون میده که اگر به منوی در واقع دیسپلی برم، این قسمت رو ببندم و دیسپلی برم، تب رو میزنم تا وارد حالت ادیت مود بشیم. اگر نرمال ها رو مشاهده کنیم می‌بینید که نرمال ها در جهت معکوس هستن و این نشون میده که جهت سطح ما به این صورت است و ما میخوایم که جهت سطح در این جهت باشه. برای این کار میتونیم بیایم تمام ابجکت ها رو انتخاب کنیم. با زدن دکمه A
در واقع تمام فیس ها رو انتخاب میکنم و حالا میتونم از منوی مش و در واقع فیس و فلیپ نورمال با استفاده از این گزینه میتونیم جهت نورمال ها رو معکوس کنیم. پس حالا کنترل زد رو میزنم تا یه بار دیگه اون رو انجام بدیم. تب رو میزنم، کنترل در واقع A رو میزنم تا همه صفحات انتخاب بشه و به منوی مش میرم و فیس و در واقع فلیپ نورمالز رو میتونم بزنم. البته در این قسمت هم میتونیم ببینیم که در قسمت نورمالز این گزینه وجود داره و به طور کلی با زدن دکمه کنترل N میتونم جهت نورمال رو معکوس کنم. به این ترتیب میتونم در واقع با زدن شورتکات کنترل و N نورمال ها رو به این ترتیب معکوس کنم. بسیار خوب، حالا این رو خاموش میکنم و به این صورت در واقع این قسمت هم ایجاد شد. حالا اون رو اسموت هم میکنم تا نرمتر دیده بشه در صفحه و کار مدل سازی رو ادامه میدیم. بسیار خوب، حالا لازم هستش که بیام سراغ این قسمت بالا و این در واقع قسمت پیشرفته رو، این قسمت جلو اومده رو ایجاد کنم. برای این کار کافیه که در واقع آبجکت ها رو انتخاب، این ورتکس ها رو انتخاب کنیم، به من این قسمت رو جابجا کنیم تا اینجا و این رو هم جابجا کنیم تا اینجا. به این صورت میتونیم بیایم و کمی اینجا خم ایجاد کنیم به این صورت تا در واقع گردتر بشه و این قسمت رو هم در واقع به این صورت گردتر میکنیم تا شکل مناسب تری داشته باشه. پس به این صورت ما این قسمت رو به جلو آوردیم. همین کار رو برای قسمت پایین هم میتونیم بیایم و انجام بدیم. میام سراغ این قسمت، این انتخاب میشه تا این قسمت جلو میاد و به همین ترتیب قسمت های مختلف رو جلو میارم تا در محل خودشون قرار بگیرم به این صورتی که داریم و این قسمت آخر رو هم به این صورت جلو میارم در اینجا قرار میدم. میتونم اونا رو جابجا کنم تا در محل مناسب خودشون دقیقا قرار بگیرم. بسیار خب، پس آبجکت ما به این صورت ایجاد شد. اینه که داره فرم اون قسمت پشت رو کم کم پیدا میکنه. بسیار خب، حالا دکمه تب رو میزنم دوباره و میام سراغ این ورتکس، این اجهای لبه هایی که اینجا داریم و اونها رو با پایین نگه داشتن شیفت انتخاب میکنم تا این قسمتی که در واقع اینجا هست. میام و اینها رو انتخاب میکنم. میخوام بیام قسمت پشت رو در واقع ایجاد کنم. این قسمت پشت رو میخوام ایجاد کنم. کافیه یک بار اکسترود انجام میدم، ای رو میزنم و راست کلیک میکنم و با استفاده از مانیپولیتور X اونها رو جابجا میکنم تا در قسمت مرکزی به هم متصل بشن. در واقع چون کلیپینگ فعال هست، در این قسمت مرکز به هم متصل میشن و دیگه جابجا نمیشن. حالا مطالب مربوط به در واقع این مودیفایر میرور رو حتما قبلا نگاه کرده باشید تا کار راحت تر باشه. بسیار خب، این رو جابجا میکنم تا در واقع عمق قسمت پشت رو بتونیم بسازیم یا اون عمق مورد نظر رو ایجاد کنیم. برای این کار این قسمت رو کمی جابجا میکنم تا در انتها قرار بگیره. به این صورت پس این قسمت هم ایجاد شد. در حال حاضر شکل مسلمون شکل دلخواه ما نیست. میام سراغ ابزار لوپ کات و با زدن کنترل آر در واقع اون رو فعال میکنم به این ترتیب و با میدل موس در واقع دو تا لبه دیگه در اینجا ایجاد میکنم با چرخوندن دکمه اسکرول موس. دو تا لبه به این صورت ایجاد میکنم تا این قسمت هم دارای لبه بشه و راست کلیک میکنم به این صورت. حالا میام سراغ این در واقع آپشن های مربوط به لوپ کات ان اسلاید. تو این قسمت ما در واقع دوتا رو مشخص کردیم که همون دوتا کافی هست و تو این قسمت اسموتنس حالا میتونیم میزان در واقع انحنا رو کنترل کنیم. با جابجا کردن این گزینه میبینیم که انحنا رو میتونیم به داخل یا به بیرون داشته باشیم. در واقع یه سطح نسبتاً ملایمی رو اینجا میتونیم ایجاد کنیم، یه سطح خمیده ملایم. حالا کمی جابجا میکنم به این صورت، میبینی که کمی بیش از اندازه در واقع در دو جهت این جابجا میشه، اما خب اون شکل مورد نظر ما رو داره ایجاد میکنم. بعد از اینکه شکل مورد نظر رو ایجاد کردیم، فکر میکنم این مقدار کافی هست برای از بین بردن این انحنای اضافی که وجود داره. در واقع کمی این لبه‌ها در این قسمت انتهایی برگشت. اگر نگاه بندازید از نمای تاپ، می‌بینید که کمی این ورتکس ها برگشته. میتونم اسکیل و در واقع وای رو فعال کنم، اس و وای، و بعد مقدار صفر رو وارد کنم تا به این ترتیب کاملا مستقیم بشه. میتونم حالا کمی بیام و قوس رو به دلخواه خودم باز شکل بدم. حالا میام سراغ این قسمت، دوباره این کار رو اینجا هم انجام میدم، اسکیل وای و مقدار صفر.
در واقع با این کار تمام این لبه هایی که داریم، اسکیل، وای و صفر، تمام این لبه ها دقیقا در یک مقدار از وای قرار می گیرن و به این ترتیب کاملا صاف میشن و اون مقدار برگشته دیگه اون پوینت های جابجا شده رو دیگه نمیبینیم. کمی جابجا میکنم به این صورت و شکل پشت گوشی ما تقریبا میبینیم که شکل گرفته. برای این قسمت بالا هم میتونیم بیایم و این لبه ها رو انتخاب کنیم و اسکیل زد و مقدار صفر رو وارد کنیم. به این ترتیب در واقع این قسمت هم کاملا صاف میشه. و برای قسمت پایین هم میتونیم دوباره با پایین نگه داشتن شیفت و راست کلیک انتخاب کنیم، اسکیل زد و صفر. به این ترتیب در واقع این قسمت هم کاملا صاف میشه. همونطور گفتم در واقع با اسکیل کردن اتفاقی که میفته، اگر کنترل زد رو بزنم، اسکیل زد رو که میزنم، در واقع میبینیم این به این صورت جابجا میشه و وقتی مقدار صفر رو وارد میکنم دقیقا در یک راستا این قسمتی که انتخاب کردم قرار میگیره. بسیار خوب، به این ترتیب در واقع قسمت پشت داره تکمیل میشه. حالا ما فقط دو تا نیاز داریم این قسمت ها به هم متصل بشه. برای اتصال این دو قسمت میتونیم بیایم و از ابزار بریج استفاده کنیم. در واقع بریج کاری که انجام میده این هستش که چندین لبه انتخاب شده رو با استفاده از فیس به هم متصل میکنه. پس برای این دسترسی به ابزار اجلوب چندین روش وجود داره. میتونم منوی W در واقع برای دسترسی به ابزار بریج میتونم دکمه W رو بزنم تا در این قسمت بریج اجلوب رو داشته باشم. همونطور گفتم لبه ها رو با استفاده از فیس به هم متصل میکنه و یا میتونم منوی مش و اگر اشتباه نکنم توی قسمت اج کنترل ای، همونطور که میبینید شورتکاتش کنترل ای هست و در این قسمت بریج اج وجود داره، بریج اج لوپ. پس کنترل ای که در واقع ابزارهای مربوط به اج رو برای ما نمایش میداد و بعد بریج اج لوپ و یا زدن دکمه W و بریج اج لوپ. این کار رو اگر انجام بدم این که بلافاصله این لبه ها به هم متصل میشن. خیلی سریع این اتفاق برای ما میفته. این قسمت رو هم حتی با این روش در واقع میتونیم به هم متصل کنیم، اما چون در این قسمت انتهایی به هم متصل میشن، اگر حالا ابزار بریج رو فعال کنم میبینیم که به ما پیغام خطا میده که در واقع دو ردیف لبه رو انتخاب کنیم. ما اینجا در واقع دو ردیف لبه داشتیم که مقابل هم بودن، اما اینجا ما در واقع اگر نگاه بندازیم اینه که فقط یه ردیف لبه داریم که در این قسمت انتها به هم متصلن، پس تنها یک ردیف لبه رو انتخاب کردیم. به همین دلیل من این دوتا رو انتخاب کردم و بعد ابزار بریج رو فعال کردم به این ترتیب. حالا برای این قسمت هم میتونم بیام و این دوتا رو انتخاب کنم و ابزار بریج رو دوباره فعال کنم. به این صورت هم این ابزار عمل میکنه. البته ابزار دیگه هم برای این کار وجود داره که اگر کنترل F رو بزنم در واقع make edge face، در واقع کاری که انجام میده بین لبه‌هایی که انتخاب کردیم یا بین صفحه‌هایی که انتخاب کردیم در واقع برای ما صفحه ایجاد میکنه. اینجا دو تا لبه رو انتخاب کردیم و حالا کنترل F رو بزنم یا از منوی مش فیس برم، ابزارهای مربوط به فیس بیاد، میتونم با زدن make edge face در واقع با شورتکات F اونا رو به هم متصل کنم. در واقع بین اون لبه هایی که ما داریم صفحه ایجاد میکنم. پس یه بار دیگه دو تا لبه رو انتخاب میکنم و F رو میزنم تا این قسمت هم ایجاد بشه. ولی که در واقع چقدر سرعت مدل سازی بالا میره با استفاده از این ابزارهایی که بلندر داره. برای این قسمت پایین هم دوباره همین کار رو انجام میدم. این قسمت رو و این قسمت رو انتخاب میکنم، W bridge loop، در واقع این قسمت رو با هم متصل میکنم، Alt راست کلیک میزنم تا این قسمت انتخاب بشه و F. به این ترتیب در واقع این قسمت هم بسته شد. اینه که شکل قسمت پشت ما داره کم کم کامل میشه. اما اگر به مدل دقت کنیم اینه که توی این قسمت ما یه لبه نسبتا تیزی داریم و ما لازم هستش که این لبه تیز رو اینجا ایجاد کنیم. برای این کار خیلی ساده میتونیم بیایم و از لوپ کات استفاده کنیم. اگر کنترل R رو بزنم تا ابزار لوپ کات فعال بشه، با درگ کردن میتونم در واقع نزدیک کردن این دوتا صفحه به هم در واقع در این قسمت بیام و یه لبه تیز ایجاد کنم با همون فرم دلخواهی که مورد نظر من هستش. بسیار خب، پس می‌بینید که چقدر سریع ما تونستیم با استفاده از چندین ابزار ساده، اکسترود، لوپ کات، بریج و میک فیس و ابزار نسبتا ساده این مدل رو تکمیل کنیم. البته هنوز جزئیات زیادی در این قسمت پشت وجود داره که اگر به با زدن کنترل یک بیام و قسمت پشت رو می‌بینیم، در واقع می‌بینیم جزئیات زیادی وجود داره که حالا توی جلسه بعد می‌بینیم سراغ این جزئیات ریستر.
میتونیم برای اینکه پریویو بهتری داشته باشیم در ویوپورت بیایم و ابزار متکپ رو فعال کنیم. متکپ در واقع یه سری متریال های آماده رو در اختیار ما قرار میده با نوع سایه زنی مشخص تا بتونیم در واقع با انتخاب حالت های مختلف آبجکت خودمون رو تست کنیم تا ببینیم توی زاویه های مختلف در واقع به چه صورت عمل میکنه. میبینید که نسبتا عملکرد بسیار خوبی داره، لبه‌ای که اینجا وجود داره عملکرد خوبی داره، نسبتا لبه مورد نظر ما هست و مشابه مدل اصلی. اگر بیام و حالت دیگر رو انتخاب کنم حالت پلاستیکی تری داره و میتونیم کاملا ببینیم که به چه صورت در برابر نور عمل میکنه. این متکب رو قبلا توضیح دادم و کاری که انجام میده همین هستش که یه سری متریال آماده رو به آبجکت ما اعمال میکنه تا بتونیم در واقع اون رو در ویوپورت مورد بررسی قرار بدیم و سطح اون رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. حالت های مختلف رو میتونیم اینجا داشته باشیم. اینی که این در واقع متریال حالت زیبراش داره و میتونیم برآمدگی و فرورفتگی ها رو مورد بررسی قرار بدیم و حتی حالت رفلکت هم وجود داره که اگر سطح ما کاملا رفلکت باشه به چه صورت عمل میکنه، یا در واقع این حالت های مختلفی که وجود داره و میتونم هر کدوم رو به دلخواه انتخاب کنم و سطح مورد نظر خودم رو بررسی کنم. اینجا سطح مورد نظر ما نسبتا خوب هستش و تقریبا اون چیزی هستش که مورد نظر ما بوده. توی جلسه بعد میریم سراغ قسمت پشت و جزئیات مورد نظر رو در اونجا در واقع ایجاد میکنیم. جزئیاتی که اینجا وجود داره، جای دوربین، این درب پشت و جزئیات بسیار زیادی که در این پشت وجود داره. پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار.